تحریم ها قرار بود فقط حکومت ایران را زیر فشار بگذارد، نه مردم را. اما این روزها کمیاب یا نایاب شدن دارو از یک طرف و بالا رفتن ناگهانی قیمت دارو از طرف دیگر دغدغه بسیاری از مبتلایان به بیماران خاص شده، از جمله مبتلایان به هموفیلی، بیماری های کلیوی، سرطان و دیابت. آنطور که علی حمیدانی در گزارشش میگوید، اگرچه ایران میگوید در تولید دارو تا حد زیادی خودکفاست، اما در تهیه مواد اولیه دچار مشکل شده. پای وضع و اوضاع بازار دارو در ایران به گزارش هفته گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد هم باز شده. بان کی‌مون در گزارشش به اعضای سازمان ملل گفته تحریم ها باعث شده داروهای بیماری های خاص مثل سرطان، ناراحتی قلبی و تنفسی در بازار ایران بسیار کمیاب شوند. از جمله دلایلی که دبیر کل سازمان ملل آورده، دشواری در مبادلات بانکی است. ایران نمیتواند پول داروها را پرداخت کند. پیچیده شدن نسخه بازار دارو در ایران از همان سال گذشته شروع شد، درست کمی بعد از تشدید تحریم ها علیه ایران. علاوه بر دشوار شدن تبادلات بانکی که برای پرداخت بهای دارو به شرکت های بین المللی به آنها نیاز است، مشکل عمده دیگر را همان زمان سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس هشتم رو کرد. او گفت که بانک مرکزی به دلیل تشدید فشارها ماهاست که ارز در اختیار شرکت های دارویی قرار نمی دهد. بعد هم خبر آمد که دردسر مبادله با ایران آنقدر زیاد است که شرکت‌های دارویی بین‌المللی عطای فروش به ایران را به لغایش بخشیدند. در آخرین مورد کانادا از فروشندگان عمده مواد دارویی به ایران، همزمان با قطع کلیه روابط سیاسی خود با این کشور، چندین شرکت عمده دارویی و بهداشتی ایرانی را تحریم کرد. در محافل تخصصی این بحث روز است که دولت برای جلوگیری از باز شدن پای تحریم‌ها به بازار سلامت باید کاری بکند و به نهادهای بین‌المللی شکایت ببرد. مثلا احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو گفته مسئولان باید در رفع تحریم دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند، یا فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس بنیاد بیماری‌های خاص هم برای دبیر کل سازمان ملل نامه نوشته و دردسرها را شرح داده. او گفته اگرچه دارو در لیست تحریم‌ها نیست، اما تبعات تحریم، عدم امکان انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی و نیز فضای ربامیز سایه سنگین خود را بر بخش بهداشت و درمان انداخته و در نتیجه ورود داروهایی که در ایران تولید نمی‌شوند و نیز مواد اولیه دارو دچار وقفه شده. دولت اما روش دیگری برگزیده، برای مواد اولیه سراغ کشورهایی مانند چین رفته، گزینه‌ای که به گفته کارشناسان مشکلات گذشته را که حل نکرده هیچ، دردسرهای جدیدی را هم درست کرده. مهمترین مشکلی که فعلا توی بازار ایران میتونیم بهش اشاره کنیم قیمت لحظه‌ای دارو و گرون شدن اونه، و مشکل دیگه‌ای که میتونیم داشته باشیم اینه که بعضی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های کانادایی دیگه فروش داروهای مهمی از جمله داروهای دیابت به ایرانو ندارن. الان خب به هر حال شاید مواد اولیه از یک کشوری مثل چین یا هند وارد میشه، خب اونا هم مواد اولیه درجه بندی و از نظر کیفیت که به اصطلاح ممکنه الان این کیفیت کارش رو کرده باشه. دوای درد بازار دارو در ایران هرچه که باشد، زخمش خوره جان بیماران شده. علی حمیدانی، بی بی سی. این روزها بیماران و پزشکان ایران برای تهیه دارو تجربه های متفاوتی دارند. همکارم علی حمیدانی در گفتگو با تعدادی از آنها از مشکلاتشان برای تهیه دارو پرسیده. الان بیشترین تاثیر این تحریم هایی که یعنی من شاهدش بودم رو داروهایی هستش که وارد میکنن. مثلا داروهای بیهوشی که ازش استفاده میکنن برای اتاق عمل، الان به خاطر این تحریم هایی که انجام شده دوز داروها رو برای مریض ها کم میکنن. مثلا تو اتاق عمل دوز داروهای بیهوشی برای مریضایی که استفاده میکنن خیلی کم میکنن. اینه که مریض به محض اینکه از اتاق عمل میاد بیرون، تو هم اتاق ریکاوری مریض رو با درد میارن بیرون. بعد یه چیز دیگه هم در مورد نخهای بخیه هستش که تو اتاق عمل ازش استفاده میکنن. این نخهای بخیه اینجوری که شایع شده میگن چینی هستن. مریض به محض اینکه اومده بودن بیرون به خاطر فشاری که بهشون وارد میشه، حالا درد دارن اینا، پاره شده بود و مجبور شده بودن مریض رو سایان مثلا منتقل کنن به اتاق عمل. تحریما توی چند ماهی اخیر بالاخص باعث شده که شدیدن یه سری داروهای اساسی کمیاب بشه. مثلا مادر من دیابت دارن و به خاطر این دیابتشون مجبورن که
انسولین بزنم و اصلا توی بازار نیست، به شکلی که حتی مرکز تامین اجتماعی که چند ماه گذشته اعلام کرده که ما فقط نصف سهمیه‌ای که هر فرد دیابتی برای یک ماه لازم داره رو میتونیم بهش بدیم. 15 ساله که مادرم دارو مصرف میکنم به دلیل مشکل هیپومانیا، یه بیماری روحی ژنتیکیه و خب اینا داروهای مختلفی رو باید استفاده بکنن برای اینکه به یک حالت تعادل برسن و این بیماری کاملا با دارو قابل کنترله. اخیرا ما دیدیم که دوباره حمله هیجانی پیدا کرده. وقتی با دکترش در میون گذاشتم گفتش که به خاطر داروی جدیدیه که جایگزین شده به جای داروی قبلی. داروی قبلی دیگه به خاطر تحریم‌ها دیگه این دارو وارد نمیشه. بستگان تعدادی از بیمارانی بود که اخیراً به دلایل تحریم‌ها دسترسی اونها به دارو محدود شده.